نون رو از برنامه غذایتون حذف نکنید. بعضی مواقع بعضی از افراد میان برنج و نون رو به منظور کاهش وزن از برنامه غذایشون حذف میکنن. ما امروز میخوایم به اون دسته افراد بگیم که در نون و برنج نوع ویتامین B1 غلیظ وجود داره که حذف اون باعث میشه که این ویتامین که به عنوان تیامین هم شناخته شده به بدن نرسه و عدم جذب این ویتامین میتونه عوارض جدی بر بدن داشته باشه که کژخلقی و زودرنجی از جمله این موارد هستن. همچنین تیامینی که در غلات وجود داره پروسه جذبش طولانی‌تر از تیامینی که در میوه‌جات وجود داره و گفته شده حتی افرادی که دیابت دارن یا اضافه وزن دارن هرگز برنج و نون رو از برنامه غذایشون حذف نکنن. تنها میتونن مقدار مصرفشون یا نوع نون و برنج رو تغییر بدن. مثلا اگر برنج سفید استفاده میکنید میتونید از برنج قهوه‌ای استفاده کنید و نوع طبخ اون رو تغییر بدید، یا به جای استفاده از نون سفید از نونی استفاده کنید که دارای سبوسه یا از غلات کامل درست شده. پس همیشه یادمون باشه مواد غذایی که میتونه برای بدن مفید باشه اگر زیاد استفاده بشه و به اندازه معمول استفاده نشه میتونه برای بدن مضر باشه. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم.